شب شما بخیر. به برنامه دیگه از روی خط خوش اومدید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفته دولت او هرگز به دنبال سلاح اتمی نخواهد بود. روحانی گفته دولتش برای رسیدن به توافق با کشورهای غربی در گفتگوهای اتمی دارای اختیارات کامله و اشاره کرده که پرونده اتمی ایران به وزارت امور خارجه سپرده شده. این گفته‌ها در حالیه که روحانی قرار چند روز دیگه برای شرکت در 68مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کنه و اونجا سخنرانی داشته باشه. نظر شما در مورد گفته‌های رئیس جمهور ایران چیه؟ فکر می‌کنید حکومت ایران چقدر در توافق با کشورهای دیگه و انتخاب راه دیپلماتیک جدیه؟ از همین حالا میتونید با شماره تلفن 202-692-4360 همراه برنامه خودتون باشید یا از طریق فیسبوک با من چت کنید، همینطور از طریق اسکایپ میتونید به برنامه خودتون بیاین به صورت صوتی، تصویری و البته نوشتاری و میتونید برای ما ایمیل بزنید، نظرتون رو بگین یا شماره تماس بزنید. ما با شما تماس میگیریم و یادتون نره روی خط رو در توییتر دنبال کنید. به برنامه خودتون خوش اومدید. تماشاگر برنامه روی خط هستید. در این پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه سفرش به نیویورک یک گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا داشت که دیشب پخش شد. حرفای مهم می‌زدن، به خصوص قبل از این سفر به نیویورک. در طول برنامه حتما به جزئیات و نکاتی که آقای روحانی گفته اشاره می‌کنیم. همینطور سعی می‌کنیم جزئیاتی از واکنش‌ها به این مصاحبه رو با شما در میون بذاریم. شاید مهمترین نکات این مصاحبه تاکید آقای روحانی بر این بود که ایران دنبال بمب اتم نیست و ایشون از سوی آقای خامنه ای برای مذاکره و با حتی مقام های آمریکایی اختیار تام دارن. با اینکه خیلی ابراز خوشنودی میکنن و یه جورایی فضا رو برای نزدیکی دو کشور ایران و آمریکا بی سابقه میدونن، اما بعضی هم چندان خوشبین نیستن. این اولین بار نیست که ایران میگه دنبال سلاح نیست. در 10 سال اخیر بارها گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی حکایت از این داره که ایران به سمت تولید بمب میره و بحث از سرگیری رابطه دو کشور این هم جدید نیست. اوایل دوره ریاست جمهوری خاتمی توافقهایی هم شده بود، اما در نهایت ملاقات نهایی صورت نگرفت و خب همه چیز با بحث 11 سپتامبر رو اون بحث محور شرارت نامیدن ایران به هم خورد. تو سالهای اخیر اول محمود احمدی نژاد تهدید میکرد و خط و نشون میکشید، اما وقتی هم پیشنهاد به آمریکایی‌ها برای مذاکره داد از تهران آیت الله خامنه‌ای واکنششون داد که نه، الان وقتش نیست. خب تو این 2 ماه که تو ایران اتفاقات زیادی افتاده، در یه انتخاباتی که انتظار می‌رفت قالیباف یا جلیلی پیروز بشن، حسن روحانی به قدرت رسید. چند روزی هم هست که آقای خامنه‌ای با عبارت نرمش قهرمانانه بله رابطه رو هم داده. چند روز به سفر رئیس جمهور ایران بیشتر نمونده، برای همین که میگم مصاحبه آقای روحانی مهمه. در این برنامه نظر شما رو درباره اظهارات حسن روحانی میپرسیم. نظرتون در مورد گفته‌های رئیس جمهور ایران چیه؟ فکر می‌کنید حکومت ایران چقدر در مورد اعتماد سازی با جهان و حتی مذاکره با آمریکا جدیه؟ روی خط میزبان صدای شماست. همکارم رویا. اختیارات کامل دارم. این جمله‌ای بود که حسن روحانی در گفتگو با شبکه NBC اعلام کرد و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست شد و به اشتراک گذاشته شد و حرف و حدیث‌هایی که در پی داشت. خب به هر حال باز هم گروهی موافق بودن، گروهی مخالف بودن، گروهی میگفتن که استفاده از اختیارات کامل جدید هستش برای رئیس جمهور ایران و تا حالا استفاده نمی‌شده و گروهی هم میگفتن نه این یک بازی جدیده و اشاره میکردن به رئیس جمهورهای گذشته و بحث‌هایی که در گفتگوها بوده و سفرهایی که به امریکا داشتن رئیس جمهوران گذشته. به هر حال حرف و حدیث زیاد بود، اما برای ما مهم بود که شما که بیننده روی خط هستین نظرتون چی هستش، که خب نظرها هست در طول برنامه حتما خواهم خوند. خب رویا به خاطر مسئله کپی رایت نمیتونیم اون فیلم کامل مصاحبه رو پخش کنیم، اما نکته‌های مهم صحبت‌های آقای روحانی رو من انتخاب کردم که با بینندگانمون به اشتراک بگذاریم. البته به صورت خبر تو بخش‌های قبلی خبر منعکس شده و کم و بیش در جریانش قرار گرفتید، اما خب چون موضوع برنامه صحبت‌های آقای روحانی است بد نیست که نگاهی به فرازهایی از مصاحبه ایشون بندازیم. آقای روحانی گفته که برای توافق با غرب بر سر مسئله هسته‌ای اختیار تام دارن.
غیر از این رئیس جمهوری ایران گفته که هرگز به دنبال ساخت سلاح اتمی نخواهیم بود و همچنین آقای روحانی گفته صدای من در واقع تکرار صدای ملت ایران هست. خودش به عنوان منتخب انتخابات گفته آنها در انتخابات مسیر اعتدال را برگزیدند و میان روی در سیاست خارجی به معنای تعامل سازنده با کشورهای جهان است. آقای روحانی به نظر میرسه یه پیغام یک سیگنال هایی هم برای طرف آمریکایی فرستاده. ایشون تو مصاحبهش گفته لحن نامه دریافتی از باراک اوباما مثبت و سازنده بوده است، اما در مورد مصاحبه یا دیدار یا گفتگو گفته که دیدار با اوباما در دستور کار سفر هم نیست، اما هر چیزی امکان پذیر هست که رویا. حالا بعضیا پیش بینی میکنن که شاید مذاکره بشه، بعضیا میگن معلوم نیست چیه. به هر حال فکر می‌کنم ارزش این خبرها بیشتر به خاطر این هستش که این اولین سفر آقای روحانی به امریکا هستش و به نیویورک هستش، در البته به صورت به عنوان رئیس جمهور ایران. خب خیلی از کاربرا به این اشاره کرده بودن و در بین رئیس جمهورهای گذشته ایران احمدی نژاد رکورددار سفر بوده به سازمان ملل، جز تنها رئیس جمهوری بوده که بیشترین سفر رو کرده. 9 سفر فکر کنم 8 سال رئیس جمهور بود، اما یه سال چون دوباره اومد فکر کنم 9 سفر اومد. البته خب خیلی از کاربرا میگفتن که بیایم تو کافه ترازو بذاریم ببینیم دستاورد این یک سفر با اون 9 بار چه خواهد شد. به هر حال بحثای زیادی بود. اهورا یکی از کاربرانی هستش که برای ما نوشته آقای روحانی هم یک تدارکاتچی بیش نیست، گفته شعار دادن کار این هاست و تصمیم گیرنده نهایی آقای خامنه ای هستش. و مهتاب هم نوشته به امید موفقیت و پیروزی بیشک آقای روحانی برای بهبود این رابطه تلاش خواهند کرد. و رحیم نوشته دارای اختیارات کامل نمیدونم و نمیتوانم باور کنم این جمله. به هر حال این جمله اختیارات کامل یکی از جملات کلیدی بود که آقای روحانی استفاده کرده بود و خیلی بازخورد خبری داشت. آره خب البته فکر نمی‌کنم بحث اختیار تام در مورد کل ایران که منظورش نیست تو بحث مذاکره رابطه. بله. بسیار خوب. بریم به سراغ آقای بهروز از آلمان روی خط هستند. بهروز نظر شما رو بشنویم. با سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید. خواهش می‌کنم. اصلا خواستم که این مطلب رو عنوان بکنم که درسته مسئله اتمی الان مسئله خیلی مهمیه توی ایران، ولی آیا مشکل مملکت ما مسئله اتمی هستش؟ مشکلاتی که مملکت داره الان گریبانگیر این مسئله است. این مسئله اگه حل بشه، مثلا ما هم ثابت بکنیم که دنبال بمب اتم نیستیم، مشکلات ایران حله. مشکل اینه که توی این مملکت اسلام با این مذهب با قدرت ترکیب شده و مسائل دیگه ای هم ما داریم، مسائل حقوق بشر و غیره و غیره و غیره. مشکل ما الان اینجاست، مشکل ما این مسئله است. با انحراف ارزان عمومی به طرف مسئله اتمی آیا مشکل ما حل خواهد شد؟ اگر ایران داشته باشه یا نداشته باشه بمب اتم، آیا مشکل مملکت ما اینه الان در حال حاضر؟ من فکر نمی کنم. ممنونم بهروز. به هر حال شما هم نکته هایی داشتی که بیان کرد. خب برخی هم در داخل همین ها رو میگن، حالا امیدوارم بیننده های دیگر هم بیان روی خط و نظر دیگران رو هم داشته باشیم که ببینیم اونا چه فکر میکنن. رویا سام پرسیده و گفته کسی میتونه به من توضیح بده که سیاست جمهوری اسلامی چه فرقی کرده؟ به نظر سام فقط زبون گوینده نرمتر شده. و میشل هم کاربر دیگه هستش و گفته به خدا ادامه دادن هدف و پیشروی هسته‌ای مردم رو فلج میکنه. انرژی هسته‌ای به چه قیمتی؟ همه یه بدبختی ما از همین انرژی هستش. و گفته نه به درد ما خورده و نه به درد مردم و دردی از مردم رو دوا نکرده. گفته خدا کنه آقای روحانی همینطوری که داره پیش میره ادامه بده. و کابل هم که نام کاربری دیگه هستش گفته درست است اختیارات کامل دولت یک پدیده نو هستش، البته با تایید مقام رهبری، ولی دست یافتن به سلاح اتمی خبر تازه‌ای نیست. ممنونم از تو. یا خب بیننده برنامه روی خط هستید. در این پنجشنبه چند روز دیگه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک سفر خواهد کرد و طبیعتاً مانند سایر سران کشورها سخنرانی می‌کند. کم و بیش می‌دونیم که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به نیویورک آمده و دیشب رو فیسبوکش اتفاقاً رو یاد نوشته بود یه گزارش عملکرد داده بود که من چه کارا کردم و اشاره به کم‌خوابی مسیرش هم کرده بود. به هر حال هیئت ایرانی به هر حال میاد و قرار آقای روحانی حضور داشته باشه، اما نکته مهمش اینه که اولین مصاحبه‌ای که
در به عنوان رئیس جمهوری ایران آقای روحانی کردن با یک رسانه آمریکایی دیشب از ام بی سی پخش شد که در این مصاحبه روحانی نکاتی رو گفتن که حالا تو ابتدای برنامه اشاره کردم. یکیش این که از طرف رهبر درباره مذاکره و بحث دیپلماتیک اختیار تام دارن و از طرف دیگه این که گفتن که دولت من دنبال بمب اتم نیستش. بریم سراغ مصطفی بیننده‌ای که روی خط هست از طریق اسکایپ. مصطفی شما چه فکر می‌کنید؟ مصطفی از ایتالیا رو داریم. آقای مصطفی صدای من رو میشنوید؟ خواهش میکنم بفرمایید نظرتون رو. خب تا اشکال فنیمون با مصطفی حل بشه خواهش میکنم که با من و همکارم رویا همراه باشید. رویا و نظری بخونم از ماه ملک که نوشته اگه به فکر مردمش هست باید جدیتر از قبل پیگیر گفته هاش باشه و همطور شهمی که گفته در کند کردن فشارهای بین المللی میتونه صحبتهای روحانی مؤثر باشه، اما در روند مسائل حقوق بشری در ایران به هیچ وجه تأثیری نداره و بلکه در آرامش کامل در کمتر کردن فشارات بین المللی با دست بازتر به درهم کوبیدن هر صدای مخالف در ایران میپردازن و چشم جهان هم بر این مسئله بسته خواهد ماند از نظر شهمی. خب ارتباط ما مشکلش با مصطفی به حل شد و الان میتونیم با مصطفی صحبت کنیم. آقای مصطفی از ایتالیا نظر شما رو بشنویم. عذر میخوام بابت قطع شدن ارتباط. ببینید این دفعه این نظر هستش که بیشتر به واقعیت شباهت داره که کل سیستم جمهوری اسلامی اصل رو گذاشته بر بهبود روابط و تنش‌زدایی و تا الان فکر نکنم حالتی باشه که با این جدیت در تلاش برای رفع به اصطلاح تنش‌ها باشن، چون نیاز داره سیستم این رو که تنش‌ها رفع بشه. ببینید دولت آقای احمدی نژاد خب اومد به همه توپید و تنش ایجاد کرد، چون نیازمند تنش بود اون دولت و با تنش بقا پیدا میکرد. ولی الان با وضعیت موجود دولت آقای روحانی و حتی عزم خود رهبری بر برقراری آرامش است و یکی از مهمترین روش های برقراری آرامش رفع تنش است بین ایران و غرب، ولو به قیمت تعلیق غنی‌سازی و بستن سایت‌های هسته‌ای. ببینید آقای روحانی سابقه این کار رو داره و دفعه قبل هم بدون اجازه رهبری این کار رو نکرده و الان هم مسلماً این اجازه رو داره که تا حتی تا تعلیق تحقیقات هسته‌ای و فعالیت هسته‌ای ایران هم پیش بره، مشروط بر اینی که بتونه یه امتیاز خوب بگیره. یعنی شما فکر میکنید که به نوعی ایران حاضر میشه با این شرایط عقب نشینی بکنه؟ چاره ای نداره. ببینید دیگه الان با وضعیت اقتصادی موجود، وضعیت سیاسی موجود منطقه، دیگه نمیتونه واکنش به اصطلاح تهاجمی داشته باشه بیش از این حد. بله ممنونم. ممنونم اومدی روی خط آقای مصطفی و نظر خودت رو با من و بینندگان در به اشتراک گذاشتی. همکارم رویا من نظر فرهاد رو میخوام بگم که گفته این قانون اساسی کشور رو به هزار جزیره تبدیل کرده و هر کس ساز خودش رو میزنه و با این قانون اساسی حدود و اختیارات رئیس جمهور محدود است، کما اینکه 8 سال قبل آقای احمدی نژاد در مورد مسئله هسته‌ای حرف زد و در پایان مشخص شد که مسئله هسته‌ای در حیطه اختیارات ایشون نبوده و این مسئله در مورد آقای روحانی هم صادقه. فرهاد گفته البته من طرفدار قدرت و صلابت وطنم هستم به شرطی که ساز کار داخلی آن مشخص باشه و این قدرت هسته‌ای برای دشمنان هست در داخل کشور باعث آشیه ملی و وفاق میشه. اما رضا نوشته شرایط واقعا تغییر کرده در این مدت کوتاه که حسن روحانی سمت رئیس جمهوری ایران رو گرفته و فرشاد هم نوشته احمدی‌نژاد انقدر وعده داد مگه عمل کرد؟ روحانی هم همینطور رفیق نیمه راه هست، میگه کار رو انجام میدم اما کاری انجام نمیده و دلیلش اینه که فقط آقای خامنه‌ای هستش، چون هیچ کس حالا رو حرفش حرف نزده و آقای روحانی هم همین از این قاعده مستثنا نیست.
خب رویا حالا نگاه کنیم ببینیم صحبت‌های آقای روحانی در واقع این روزهای در روزهای گذشته چه موضع‌گیری که آقای خامنه‌ای کرده و چه موضع‌گیری که آقای روحانی کرده، یه واکنش‌های تو این طرف دنیا برانگیخته. من اول از آقای اوباما شروع کنم. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر توی مصاحبه‌ای با شبکه اسپانیایی زبان تلموندرو فکر کنم گفته بودن که آقای اوباما گفتن نشانه‌هایی از تمایل روحانی برای مذاکره با آمریکا وجود داره و گفتن فرصتی برای دیپلماسی پیش اومده و من امیدوارم ایرانی‌ها مقام‌های ایران منظورشه از این موقعیت استفاده کنند. اما امروز دبیرکل ناتو اعلام کرده که از اظهارات آقای روحانی درباره عدم تمایل ایران به تولید سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنه و محمد جواد ظریف که ابتدای برنامه اشاره کردم به نیویورک آمده، امروز در گفتگویی که رسانه‌های فارسی زبان و البته خبرگزاری‌های داخل ایران منعکس کردن گفته که هدف ما حل و فصل موضوع هسته‌ای است، نه مذاکره برای مذاکره. خب به هر حال می‌دونیم که رویا در دو سه سال اخیر مذاکرات هسته‌ای ایران یه جوری کلاف پیچیده‌ای شده بود که هر سری می‌رفتن مذاکره می‌کردن برای اینکه دفعه بعد کجا در چه شهری مذاکره کنن. چندین شهر هم چرخیدن دیگه، از استانبول و مسکو. و خب حالا آقای ظریف میگه هدف ما مذاکره برای مذاکره نیست. و دستخوش خبری کلی از شبکه‌های اجتماعی شده بود که بعد وعید می‌دادن که قرار وعده کجاست و حرف حدیثی که به هر حال در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر در مورد وعده وعیدهای قرارها و مذاکرات ایران و کشورهای مختلف بود. به هر حال من میخوام براتون مطلبی بخونم از کاربری که توییت کرده به نام یک شهری، ولی گفته کاش که رئیس جمهور آقای روحانی همیشه قرار باشه بره نیویورک تا اینطوری همه زندانی ها رفته رفته آزاد بشن. و کاربری دیگه ای هم در جوابش توییت کرده بود که احتمالاً آزادی زندانیان سیاسی هم مثل فیلتر فیسبوک میمونه، همه بعد میرن نیویورک میگن زندانی سیاسی نداریم، وقتی برگشتن دوباره میگن که ببخشید اشکال فنی بود. آره تو به خاطر فیسبوک این اتفاق افتاده بود و خبرگزاری فارس به نقل از یکی از مقامات که فیسبوک رفته فیلتر شد اعلام کردش که این اشکال فنی بود. حالا خوشبختانه از آزادی‌های زندانی سیاسی دو سه روز گذشته و معلومه که اشکال فنی نیست. رضا رو داریم از یزد روی اسکایپ. ما رضا شما چه فکر می‌کنید؟ با سلام، من با دید دیگه این قضیه رو نگاه می‌کنم. منتظر دیده دیگه شما هستیم رضای عزیز. مشکل ما مشکل جامعه بین الملل فقط امریکا نیست. از یه طرف روسیه وقتی نگاه میکنه به کابینه آقای روحانی و همه چپ هستن، در صورتی که کابینه آقای احمدی نژاد خیلی موافق با روسیه بودن. روسیه کلا مخالف امریکاست و دوست نمیداره که ایران رابطه‌ای با امریکا برقرار بکنه، چه از لحاظ هسته‌ای چه از جامعه بین الملل. از این طرف باعث شده که آقای روحانی تو بد مخمصه گیر کنه. از این طرف باید روسیه رو نگه داره، از این طرف باید با مردم خودش رو نگاه کنه، دلار بالا رو نگاه کنه، وضعیت اقتصادی خراب رو نگاه کنه، وضعیت علمی خیلی خراب رو نگاه کنه و باید به نظر من یه کاری بکنه که هم چی میگن هر دو طرف رو نگه داره، چوب دو سر طلا نشه. از این طرف بتونه امریکا رو نگه داره، از این طرف بتونه روسیه و مخالفین امریکا که یکیش هم چینه نگه داره، یکیش هم کره شمالی. خب حالا فکر می‌کنی پیش بینی چیه؟ فکر می‌کنی بتونه پیش ببره؟ آقای به هر حال آقای روحانی دیپلمات بودن و بارها تو مناظره‌های انتخاباتی هم تاکید داشتن که من یک دیپلماتم، سرهنگ نیستم، حقوق خوندم. فکر می‌کنی بتونه این ماجرا رو، این مشکلاتی که الان شما برشمردی رو پیش ببره و حل کنه؟ بالاخره کسی که تو انگلیس درس خونده فکرش فکر غربیه، حتی من تو این تیکه کار نشون داد که خود آقای خامنه ای هم مخالفت با احمدی نژاد داشت. روزای آخر، دو سال آخر، سپاه با احمدی نژاد مخالف شد، خامنه ای با احمدی نژاد مخالف شد. فکر کنم برای خود آقای خامنه ای و ملی مذهبیان بهتر باشه حرکت آقای روحانی. 16 نفر از تیمش اقتصاددان هستن. به نظر من زیاد توجه نمیکنه به روسیه ایران، زیاد به چین توجه نمیکنه. اول روابط خودش رو با غرب، با کشورهای اروپایی و امریکا حل میکنه و انشالله که تو سازمان بینالم یه رابطه بین
با ما برقرار بشه. ممنونم از شما آقای رضا عزیز. من خودکارم توی جیبم جا گذاشته بودم، ببخشید که یه لحظه مجبور شدم برش دارم. خب رویا، این خبر سفر آقای روحانی به نیویورک خب جز خبرهایی بود که خیلی بازخورد داشت و سایت های مختلفی در موردش نوشتن. سایتی منتسب به خود حسن روحانی هم این مطلب رو گذاشته که من بخش از اون رو انتخاب کردم براتون میخونم. گفته سخنرانی های افراطی تقریبا میشه گفت مقایسه کرده رئیس جمهوران گذشته ایران رو در سفر به سازمان ملل. گفته سخنرانی های افراطی آقای احمدی نژاد در سازمان ملل برای اعلام مواضع و از دیدگاه سیاست های ایشان خوب بود، اما باعث بسیج جهانی علیه کشور ما شد. همینطور گفته مواضع آقای خاتمی هم آرمانگرایانه بود و هرچند مواضع آرمانگرایانه ایشان تا حدودی مانع شکل‌گیری فضای منفی علیه جمهوری اسلامی ایران در جهان شد. مطلبی اشاره کرده از قول حشمت الله فلاحت بیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم و کارشناس مسائل دیپلماتیک، گفته موانعی که بر سر راه رؤسای جمهوری قبلی وجود داشت بر سر راه روحانی وجود نداره و دست او برای مذاکره بازه، اما در این حال نباید نسبت به سیاست خارجی کشورهای غربی خوشبین باشیم. محضی بود که آقای خامنه‌ای هم بارها بهش اشاره کرده بود اول سال که نباید به بحث در حقیقت دست دوستی رو دراز میکنن، اما نباید به این دست اعتماد کرد. بله، دیروز تو برنامه اشاره کردیم که چند تا اظهار نظر از آقای خامنه‌ای داشتیم که تو دو سه سال اخیر یه مقدار روندی که ایشون داشتن تغییر کرده دیگه. سیاست با دست پس میکشن، با دست پس با دست پیش میکشن، با پا پس میکشن. خب کامبیز رو داریم از کرج، ببینیم کامبیز نظرش چیه. سلام به شما آقای کامبیز رو داریم از کرج. سلام عرض میکنم جناب آقای دیگر چی خدمت شما و خانم رویا و همه بینندگان. یه نکته‌ای که در مثلا بحث دیپلماسی الان مطرح شده، بحث نرمش قهرمانانه است که واقعا یه پشتوانه تاریخی داره. شما اگر برید تاریخ رو نگاه کنید، زمانی که امام دوم شیعیان تحت فشار بود برای صلح، ایشون صلح با معاویه رو مطلوب نمیدونست، ولی وقتی که ایشون صحبت میکرد که معاویه آدم فریبکاریه و این صلح به نتیجه نمیرسه، تحت فشار اطرافیانش تن به یک مصالحه داد که نتیجهش هم در حقیقت یک شکستی بود برای ایشون. ولی الان ما اگه نگاه کنیم به وضعیت الان و صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای در اول امسال که ایشون گفتن که به مذاکرات خوشبین نیست و آمریکایی ها رو مورد اعتماد نمیدونه، ولی تحولات ایجاد شد که آقای روحانی روی کار آمد و به اصطلاح یک هیئت و یک تیمی که به اصطلاح مذاکره با آمریکا و غرب رو یک راهی برای برون رفتن و به اصطلاح تحولات و مشکلات کنونی میدونن. ولی به نظر من خب اینجا ببخشید کامبیز ببخشید، اینجا تو این طرف که اتفاقی نیفتاده، معلومه تو طرف ایران تغییر اتفاق افتاده دیگه. ببین بس اینه که متاسفانه در خطای در محاسبه است. شما زمان آقای بوش رو حساب کنید، وقتی ایرانی ها به اصطلاح تن به اصطلاح مصالحه دادن در قضیه افغانستان، ایرانی ها راه اومدن به دولت با دولت خود آقای بوش، ایران محور شراعت شد. متاسفانه هر وقتی نرمشی از طرف مقابل صورت میگیره، طرف مقابلش فکر میکنه که طرف در اوج ضعفشه و این خطای محاسبات همیشه باعث شده که طرفین نتونن به یک مصالحه ای برسن. خب درسته. متأسفانه یه نکته انتقادی که به شما هم اول برنامه بکنن این بود که شما فرمودید که ایران به سمت ساخت سلاح اتمی میره، در حالی که هیچ ارگان و نهاد بین المللی این رو تایید نکرده. حتی آژانس‌های اطلاعاتی خود آمریکا و اسرائیل هم گفتن. کامبیز عزیز ببین، اون نکته اولی که اجازه بدید کامبیز عزیز، اون نکته اولی که شما اشاره کردید، نکته ای که گفتید، منم اشاره کردم، خودم ابتدای برنامه گفتم در حالی که اوایل دوره آقای خاتمی نزدیک شدن، بعد از ماجرای 11 سپتامبر، بحث قرار دادن اسم ایران توی محور شرارت باعث شد که فاصله دوباره ایجاد بشه. اینو که خودم گفتم. اون نکته دیگه هم که گفتی من نگفتم. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه مسیری رو که ایران تا به حال طی کرده، تو هر گزارش بهش اشاره کرده که به بمب نزدیک میشه. نگفتم بمب تولید کرده. حالا سوال من اینه، ببین آقای اوباما
5 سال و نیم نزدیک 6 ساله توی دفتر هستن، یعنی در کاخ سفید هستن. اون طرف هم خب ایران الان موضعشو تغییر داده، یعنی موضعی که با احمدی نژاد داشتن، آقای احمدی نژاد که رفت رئیس جمهور جدید اومدن، انگار موضع ایران تغییر کرده. به نظر من آقای سیگارچی، آمریکایی‌ها در اصطلاح وعده‌های خودشون هیچ وقت صادق نیستن. این یک راستی آزمایی به نظر من برای غربه. آقای روحانی اختیاراتی از رهبری گرفته و قطعا همونطوری که در 2003 نشون داد اهل مصالحه هست، قطعا یک اختیاراتی خواهد گرفت و بخشی از برنامه اتمی را شاید در کوتاه مدت هم تعطیل کنه. ولی آیا آمریکایی‌ها در 2003 غربی‌ها صادق بودن؟ ایران تنیسازی رو متوقف کرد، ولی چی نصیب ایران شد؟ یعنی همین پروسه باطلی که ادامه پیدا کرد و حالا الان رسیده. هیچ وقت غربی‌ها زمانی که ایران کوتاه میان حاضر به پذیرش حق ایران در مسئله اتمی نبوده و نیستن. ممنونم پیمان عزیز که اومدی روی خط. چون نمیخوام بحث دو طرفه بشه این بحث، وگرنه تا فردا صبح میتونه ادامه پیدا کنه. نکاتی هست، دیدگاهی هست که میشه بهش اشاره کرد، اما ممنون که اومدی روی خط و نظر خودت رو بیان کردی. همکارم رویا ببینیم در فضای مجازی چه خبر. داوود یا دیوید در حقیقت نوشته که فکر میکنم این روند از قبل از انتخابات ریاست جمهوری هماهنگ شده بود و مسئولان به این نتیجه رسیده بودند که دیگر امکان مقاومت در برابر جامعه جهانی رو ندارن و روند ساخت سلاح هسته‌ای به ورشکستگی و رویارویی با مردم و جامعه جهانی ختم میشه و لازمه که هرچه سریعتر با حمایت مردم از طریق انتخابات این چرخش صورت بگیره و اقلیت جنگ طلب نیز به واسطه اکثریت اعتراض نکنه. کردن. این کاربر نوشته چرا که امکان ندارد اینطور تغییرات پی در پی با حمایت بیت رهبری و سایر نهادهایی که همیشه مقاومت رو سلوحه خودشون قرار میدادن تقریبا غیر ممکن خواهد بود. خب بریم به سراغ پیمان از ایران روی خط ماست. پیمان شما چه پژمان به من میگن پژمان من این فاصله دوره نمیبینم بگه پژمان روی خط ماست. پژمان شما چی فکر میکنید؟ درود به شما جناب آقای سیگارچی و همچنین سرکار خانم ملکی و کلی همکاران گرامی شما و بینندگان عزیز. اصلا بزرگتون که همونطور که مسبوقی جناب سیگارچی میدونی چه رقم هنگفتی رو اتابه ها از کیسه ملت ایران با وقت ساخت اتم حاکمیت در ارتباط با روسیه و قراردادهای پنهانی در جهت به بهانه راه اندازی بوشه هزینه کردن و حالا که بعد از حدود 34 ساله ما نه تنها به اون چی که مد نظر آقایون بود دست نیافتیم و حتی نیروگاه بوشهر ما هم به اون جایی که باید برسه و فعالیت داشته باشه و رفت بشه به سیستم سوخت اتمی کشور کتولی در انجام نشد و اینها تمام در جهت مطامع حکومت روسیه و آقای پوتین به دلیل که مملکت ما بی‌کفایتی مسئولیم و عدم مسئولیت نسبت به سرنوشت مردم ما و حق و حقوق مردم ما صرفا به خاطر ساختن یک اتم. شما ببینید که چندین سال است مملکت ما از اوج بی‌نیازی به فقر و تارت و بدبختی کشیده شده. آیا این مسئله نقطه عطفی نیست که باید به اون توجه کافی و باقی داشته باشیم؟ آقای پژمان یه سوال ازت میپرسم. در همین مدتی طولانی که شما اشاره کرده 30 خورده سال که البته تاریخ ساخت نیروگاه بوشهر بیش از 30 ساله از زمانی که تحقیقاتش بود اینها، اما تو همین بره زمانی که شما بهش اشاره کردید برخی از کشورهای همسایه ایران فعالیت هسته‌ایشون رو شروع کردن، نیروگاه هسته‌ای ساختن، نه بمب اتم، حالا اون کشورها رو من کار ندارم، ولی این کشورهایی بودن که فعالیت هسته‌ایشون رو توسعه دادن، خیلی هم ظاهرا بی سر و صدا. به نظر چرا اونا تونستن و ایران نتونست؟ یک ضرب المثل ما داریم جناب سیگارچی، میگن که یکی در دست از شرط که مست زنگی خطرناکه. این ضرب المثل قدیم ماست که بسیار هم در این مورد مستاق داره، چون نظام ما یک نظام مبتنی بر رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق مردم خودش
و رعایت مساله بین المللی نیست و پایبند قوانین جهانی و اشارت که داشتن تصویحات داشتن اشارت که انرژی هستی سلحامی حسنیتی نشان نداد، چرا که در این سالا خب اگر قرار بود حسنیت داشته باشه هیچی که از آقایین بازرسان سازمان ملل رو راه به مراکز اشارت که پنهانی راه نداد، پس این بر جانیان و بر ما معلوم شد که در پس پرده کارهای داره انجام میشه. خب مگه آقایین نمیدونستن که این داره به قیمت تحریم ها و تحریم ها به قیمت نابودی ما به فقر و فقارت ما میانجامه؟ های یک دقیقه شما هستون مسئولیت دارید آقایین، الان که میبینن سنبه پرزور فشار اصلا طلب بر آقایون وارده و دستشون کوتاست دیگه، به قول معلوم ککیل به تردید پرده، مجبورن انعطاف نشون و یه رفور میره و وجود دیارن که همین آقای حسن خانی کلید دارم چیزی فراتر و بهتر از اون آقای احمدی نژاد نخواهد. من به شما بدرود میگم، یه سوالی ندارید بیشتر؟ ممنونم، خیلی متشکرم آقای پژمان که آمدید روی خط و نظر دادید. بریم همکارم رویا. من میخوام مطلبی بخونم از صفحه فیسبوک محمد علی ابتهی فعال سیاسی و اصلاح طلب که در مورد این سفر اینطوری نوشته، گفته هیچ وقت در تاریخ سیاسی بعد از انقلاب سفری به اهمیت سفر امسال آقای روحانی و وزیر خارجه به سازمان ملل وجود نداشته است. همه چیز آماده است برای تحول بزرگ و کم شدن مشکلات مردم ایران. سخنان دلگرم کننده و اعتماد رهبری، آزادی تعدادی از زندانیان، آمادگی آمریکا برای گفتگو، انتخابات شیرین ایران فضای رو آماده میکنه که از لحاظ این سفر از لحظات این سفر استفاده بشه و شکستن فشار کمرشکن تحریم‌ها سوغاتی باشه که ایران رو خوشحال کنه. آقای روحانی میتوانید باور کنید مردم فرق شما را در انتخابات با رقیب‌های شما در همین توانایی میدانستند. این برداشت برگرفته از صفحه فیسبوک محمد علی ابتهی بود. متشکرم از رویا. خب نیمه برنامه رو رد کردیم، یه تنفس بگیریم، برمیگردیم بحث رو با شما ادامه میدیم. بحث ما هم که مشخصه، نظر شما رو بخوایم بدونیم درباره اولین گفتگوی حسن روحانی با یک رسانه آمریکایی و اظهاراتی که ایشون داشته. تنفس رو داشته باشیم، برمیگردیم. بیننده برنامه روی خط هستید. در این پنج شنبه بحث ما هم اولین مصاحبه آقای روحانی با یک رسانه آمریکایی با ام بی سی دیشب گفتگو کردن که پخش شد. بخشی از این مصاحبه رو نکاتش رو برای شما مطرح کردم. آقای روحانی گفتن که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و از طرف سلاح اتمی در واقع نیست و از طرفی هم گفتن که از طرف آقای خامنه اختیار تام دارن. چند تا از طرف گفتم من. خب بریم سراغ بیننده‌ای که روی خط هستن ببینیم نظرشون چیست. دانیال رو داریم از آمریکا روی خط ماست. دانیال شما چی فکر می‌کنید؟ آیا آرش دور بر شما. ببینید انصافا در نظر بگیرید ظرف 2003 تا الان 2013، ظرف 10 سال جمهوری اسلامی تو اون فرصتی که دوباره اتفاقا همین آقای روحانی با هزار به نظر من ترفند خرید، چه تو مسائل موشکی و اتمی حدود 70-80% شاید هم بیشتر جلوتر رفتن متاسفانه. بعد توی عراق و افغانستان و سوریه و لبنان انصافاً با امکانات مالی که داشتن از انجام هیچ خرابکاری کوتاهی نکردن. سوریه رو به جای رسوندن که به یه نیمه خرابه شبیه فقط به خاطر اینکه چی حکومتش بتونن اونجا جاپاشون رو حفظ بکنن. و خب الان با خودمون صادق باشیم، آقایون در جای قرار گرفتن به لحاظ اقتصادی کفکرشون به تای دیک خورده، به لحاظ اتمی هم رسیدن تقریبا به دقیقه 90. خب منم جای روحانی بودم میومدم با یا خامنه میومدم با این شعر و شعارا میومدم اون موقعیتمو حفظ بکنم، به دلیل اینکه اینا اگر ما بتونیم با این همه تجربه ما ایرونی‌ها داخل و خارج از کشور
از اینا عبور کنیم به یه ایران دموکراتیک برسیم، پشت سر ما افغانستان، عراق، لبنان، سوریه، تمام اون اکثریت مردمی که اتفاقا تحت سلطه این حکومت جمهوری اسلامی این همه فرصت ها رو از دست دادن و به اینجا رسیدن، اونا هم آزاد میشن. دروی یه سکه است و من امیدوارم دموکرات ها آقای اوباما با نگاه واقعا یعنی کاملا انسان دوستانه به این قضیه نگاه کنن و به جای اینکه بخوام خدای نکرده فریب این آقای روحانی جمهوری اسلامی بخورن، بیان در آزادی خاورمیانه، بخش عمده خاورمیانه، هممون با هم جشن بگیریم. خب یعنی باید چه کاری اتفاق بیفته دانیال؟ ببین چون به هر حال مسئولان هر کشوری سعی میکنن در قدرت بمونن دیگه. شما حالا میگی اینا کفگیرشون به قول شما به تای دیک خورده، یعنی چی؟ بیان بگن که باشه همین کفگیری هم که به تای دیک خورده دیگه خورده دیگه، یا خب سعی میکنن از طریقی برای بقای خودشون تلاش کنن دیگه؟ آرش خان ببین، اینا اگر این تحریما ادامه داشته باشه مجبورن باز عقب نشینی و عقب نشینی بیشتری بکنن و تو این عقب نشینی مردم دست بالا رو پیدا میکنن، نه تنها تو ایران، تو سوریه، تو لبنان، توی عراق، توی افغانستان. ولی خب آخه شما تو دانیال جان شما تو آمریکا نشستی دارید اینو میگی. من 15-16 سال حداقل چی میگن خسارت هایی که تو این جمهوری اسلامی تونست به هر فردی وارد بشه اونجا شامل حال خودم شده. بله. اینه که دستم از دور با آتیش نگرفتم، ولی الان در با اون همه تجربه موقعی که از امریکا سر در آوردم، اتفاقا از من تو اروپا زندگی میکردم، به قول معروف دیگه بلایی نبود که این جمهوری اسلامی سر ما در نیاره. با پاسپورت هلندی از اونجا فرار کردم، اومدم اینجا تقاضای پناهندگی کردم، اونم خدا واقعا خدا بهم رحم کرد که توی هلند من زنده تونستم در برم. اینه که از موضع آیه آدم راحت طلب اینجا ننشستم. درست. ممنونم که آمدی روی خط نظر خودت رو دادی دانیال. تا اینجا نظر ایرانی ها رو شنیدیم در مورد صحبت آقای روحانی و بحثی که به هر حال در مورد ارتباط برقرار شده و این چیزا و گفتگوی حسن روحانی با این شبکه تلویزیونی امریکایی. خب اما شهروندان امریکایی هم خب نظر خاصی دارن، یه سریشون این خبر دیدن. همکارای ما در واشنگتن دی سی از کسانی که در شهر هستن، در ساکنش واشنگتن دی سی هستن، این سوالا پرسیدن که شما برنامه مصاحبه رو دیدید و نظرتون در مورد این مصاحبه و این گفتگو چیه؟ با هم دیگه ببینیم. روحانی گفت که هیچ قصدی برای ساخت سلاح اتمی ندارن. سخت قضاوت کنی، ولی شاید روحانی نسبت به احمدی نژاد آدم بهتری باشه، چون بعضی چیزایی که احمدی نژاد میگه باور کردنی نبود. من جزو اون آدمایی هستم که میگم به حرف اکتفا نمی کنم و صبر می کنم تا ببینم چه اتفاقی میفته، چون من در مورد هر چیزی که الان در خاورمیانه داره اتفاق میفته نگرانم. فکر کنم میتونه پیشرفت مثبتی باشه، ولی شک دارم. البته گفتگو بهتر از جدل. مقدار زیادی از مصاحبه رو ندیدم، ولی به نظر می رسید که اصلا دنبال بمب اتمی نیست. به نظر مثبت می اومد. این نظر چند تن از شهروندان در واشنگتن دی سی بود که با هم بدیم. اما باز برمیگردیم به شهروندان ایرانی. مصطفی کاربری هستش که در شبکه اجتماعی برای ما نوشته که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. درسته گفته، البته تاکید کرده که البته مردم به دنبال سلاح هسته‌ای نیستن. گفته اگر حکومت هم به فکر ساخت سلاح بود حداقل الان کوتاه اومده که نباید داشته باشه، و رهبر هم به این اشاره کرده. اما مصطفی گفته بدبختانه در ایران تعدادی کاسه از آشتاختر هستن. رویا اشاره کردی به کاربرا، من نگاهی کردم به فضای در واقع خبری در ایران. خب میدونی به عنوان روزنامه‌نگار حتما میدونی پنج شنبه ها نیمه تعطیله دیگه تو ایران، بنابراین خبر خاصی نبود، باستابای خاصی مصاحبه تو ایران نداشت. اما چند نمونه کوچیک رو انتخاب کردم. یکیش اظهار نظر حسین موسویان به دیپلمات پیشین هسته‌ای ایران که خب قبلا هم در موردش زیاد صحبت کردیم، تو تیم آقای روحانی بوده، ایشون الان بیرون از ایران هستن. با گاردین یه گفتگویی کرده، گفته بهترین فرصت برای پایان دادن به خصومت ایران و آمریکا این اظهار نظر ایشون از لحاظ زمانی، معتقده که بهترین فرصته. یا کارشناسی مسائل بین الملل در تهران آقای سبا زنگنه هم گفتن آقای روحانی با اطمینان از پشتوانه مردمی و نظام، یعنی در واقع رأی مردم و حتما حمایت آقای خامنه ای، میتونه به
تصحیح تصویری که از ایران در اذهان جهانیان و دولت‌ها ترسیم شده به پردازه. به هر حال بعد از 8 سالی که آقای احمدی نژاد بود، ایشون معتقده که آقای روحانی میتونه اون تصویری که تو جامعه جهانی در مورد جمهوری اسلامی ایران و به نوعی حتی در مورد مردم ایران شکل گرفته رو تغییر بده. آخری هم یه اظهار نظر از آقای نقدی رئیس بسیج دیدم، جالب بود، گفته دشمن زیاد فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد. معمولا آقای نقدی رو یا از این اظهار نظرهایی که مرتبط به کربلا و اینا باشه زیاد میکنه، اونم تو شرایطی که حالا بحث نرمش قهرمانانه صلح امام حسن خیلی داغه. این نرمش قهرمانانه همچنان در شبکه‌های اجتماعی هم جای خودشو داره و خیلی از کاربرا دارن به اون میپردازن. شهرزاد توییت کرده که روحانی با نرمش قهرمانانه و اوباما با چرخش قهرمانانه میرن که میرن به استقبال یک بازی و گفته کارت اصلی بازی هم سوریه هستش به داوری پوتین. این نظر شهرزاد بود که نوشته بود و همینطور فرزاد که گفته در مورد اینکه حکومت ایران به طور جدی چاره‌ای به جز توافق با کشورهای غربی رو نداره شکی نیست، اما چگونه فرایند این توافقات رو میشود نتیجه گرفت که به ثمر نشستن قدم به قدم با گفتگو از طریق راهیابی دیپلماتیک به تحقق خواهد رسید و با توجه به اختیاراتی که به حسن روحانی رئیس جمهور ایران داده شده، این تصمیم بزرگ و سرنوشت ساز ظاهرا از سوی حکومت به طور جدی گرفته خواهد شد و پیگیری خواهد شد. ممنونم ازت رویا. خب بریم بیننده‌های زیادی تو این فرصتی که ما این دو بخش داشتیم روی خط اومدن. سامان از تهران مدتی است که روی خط هست، عذرخواهی میکنم سامان، نظر شما رو بشنویم. درود بر شما هستم و سلام از من خدمت خانم ملکی، خسته نباشید. خواهش می‌کنم. به نظر من این سوالی که شما مطرح کردید به نظر من بهترین فرصته، مثل که الان شما خود آقای مصدقیان گفتید، بهترین فرصته واسه این که ایران و آمریکا بیان بسر یک سری منافعی که واسه دو تا ملت مفیده توافق کنن. یعنی این فرصت اگر دست بدن این وسط کی ضرر میکنه؟ مردم، هم مردم ایران هم مردم چون میگیم مردم ایران از بد بخری داره، کار به این ورش نداریم که تحریم، قبول نمی تحریم، ولی یه ارتباط قرار برقرار بشه بین ملت ها، چون هر کار کنیم سردمداران حکومت خیلی که نمیشن، مثلا هزار تا آدم هست، ولی این ملت ها که میخوام هم ارتباط داشته بشه. به نظر من بهترین فرصته که بین باب مذاکره باز بشه و مردم ایران و مردم آمریکا به عنوان دو تا هم نوع با هم بشینن. نکته مهمی رو گفتی، خیلی نکته مهمی گفتی. حالا اتفاقا اصلا بد نیست دو تا دولت با هم ارتباط داشته باشن، تمام دولت‌های دنیا اکثرا با هم ارتباط دارن. فکر می‌کنی که حالا با این شرایطی که وجود داشته، این سابقه ای که می‌دونیم، این اتفاق می‌افته؟ من با سابقه که از آقای روحانی صحبت چند سال که نگاه می‌کنم، هم مطبوعات و هم فعالیت ایشونو، من احساس می‌کنم آقای روحانی حرفی که می‌زنه، یعنی تا جایی که بتونه عمل میکنه، یعنی حرفی رو میزنه که اول پشتوانه نگاه میکنه آیا میتونه عمل کنه بعد صحبت میکنه. من با این خوشبینم، من به دولت آقای روحانی از این جهت خوشبینم که کسایی سر کارن که هم دیپلمات بودن هم کارگزار بودن هم تکنوکرات هم، ولی به نظر من که خوشبینم. خوشبینی ما ممنونم از سامان که اومدی روی خط نظر دادی و از جانب خودت نظر دادی. بعضی وقتا بعضی از بیننده ها میان از جانب دیگران نظر میدن. لطف کردی اومدی روی خط. رویا اسکای نوشته که دولت مردان ما مثل چوپان دروغگو شدن، انقدر دروغ گفتن که دیگه حتی راست هم میگن کسی باور نمیکنه و گفته که ما مردم ایران اونها رو قبول نداریم. من در تعجبم که در جامعه جهانی چطور میخوان صحبت های اونها رو قبول کنن. و همینطور علیرضا که نوشته مردم باید پیگیر خواسته هاشون باشن و روحانی رو در عمل به گفته هاش برابر تندروها حمایت کنن. و محمد که گفته اینقدر حرف بد شنیدیم که هر حرف مثبتی باعث خوشحالی ما میشه، گفته امیدوارم که تندروها بذارن که روحانی کارش رو انجام بده. خب به سراغ پژمان دیگر بریم از ایران که از طریق اسکایپ روی خط ماست. پژمان شما چی فکر میکنید؟ سلام های سیگارچی، خسته نباشید. خواهش میکنم. خیلی ممنون از برنامه‌تون. آقای سیگارچی، به نظر من طبق این مسابقه که انجام شد، این میتونه یه فرصت خیلی خوبی باشه واسه دولت ایران و امریکا برای به وجود آوردن به اصطلاح شرایط خوب برای ملتشون. و به نظر من دولت امریکا باید از دولت اسرائیل زیاد جانبداری نکنه و بیشتر بخواد که منافع کشور خودش رو دنبال کنه. بسیار خوب. همین؟ چون واقعا دولت اسرائیل هم خیلی بی تقصیر نیست تو این حوادثی که الان به وجود میاد. الان بیشتر نفعی که الان دولت اسرائیل میبره از طرف دولت سوریه است.
بله، مرسی از شما آقای پژمان که آمدید روی خط، نظرت رو بیان کردید. رویا، یکی از مباحثی که خیلی در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا کرده گزارش روزانه محمد جواد ظریف هستش به عنوان وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، که خب امروز هم در حقیقت در 5:30 صبح به وقت نیویورک و در 2 بعد از ظهر به وقت تهران گزارش سفر خودش رو نوشته. من بخشی از اون رو انتخاب کردم که براتون میخونم از صفحه محمد جواد ظریف، که گفته و که زودتر از تیم آقای روحانی به نیویورک اومده، گفته که دوشنبه اجلاس شروع می شود و بر اساس برنامه‌ای که به من دادن حدودی روزی 10-12 ملاقات با وزرا انجام می دم. دوشنبه سنگین‌ترین روز ملاقات من خواهد بود و یک روز 14 ملاقات دارم که انشاءالله به برکت 14 معصوم برای کشورم نتایج مثبتی داره. خیلی جالبه که آقای ظریف اینجا از آیکون غمگین هم استفاده کرده که 14 تا جلسه در یک روز داره و گفته البته پس از ورود ریاست محترم جمهوری در غروب دوشنبه بیشتر اوقات ایشان رو در ملاقات‌ها همراهی خواهم کرد و شاید چندین ملاقاتی هم خودم با وزرا داشته باشم که به تدریج خدمت شما گزارش خواهم داد. امیدوارم همه شما دعا کنید تا به برکت دعای شما و به یاری خداوند و توجه اولیای خدا و همه خوبان بتوانیم در اجلاس مجمع عمومی و ملاقات‌های جانبی دستاوردهای مناسبی که در شأن مردم خوب ایران باشد و ما را شایسته این همه بزرگواری و محبت شما بکند داشته باشیم. آرش، از همه اینها بگذریم که چقدر لایک گرفته، چقدر کامنت گرفته. من یادداشت کردم بیش از 5000 کامنت گرفته، 25500 تا در حقیقت لایکش کردن و نزدیک به 1000 نفر هم اونو به اشتراک گذاشتن. اما بیشتر این که چیزی که بهش توجه کردن این ملاقات‌های جانبی هستش که خیلی بهش پرداختن. ملاقات جانبی چی هست؟ چه اتفاق خواهد افتاد؟ خیلی بیشتر به این که به اون جلسات در حقیقت تنظیم شده یا 14 جلسه در روز توجه داشته باشن، امیدوار بودم به اون ملاقات های جانبی که ببینیم تو اون ملاقات های جانبی چه اتفاقی خواهد افتاد. بسیار خوب. حالا همونطور که آقای ابتهی زمانی تو وبلاگ نویسی اون 10 سال پیش خیلی سر صدا کرده بود، آقای ظریف هم تو فیسبوک از سیاستمدار خیلی سر صدا کرده. خب بریم سراغ بیننده‌ای که روی خط هستن. فریبرز رو داریم از تهران. آقای فریبرز، نظر شما رو بشنویم. سلام، وقتتون بخیر. خواهش میکنم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهقا. خداوند فرموده رسول حضرت ولی عهد ظهور میکند و حق بر باطل پیروزه و باطل جاش در دوزخه و نابوده. امروز این روز قرار رسیده و من از خدا سپاسگزارم. آقای فریبرز، شما دیروز هم اومدی روی خط، گفتی من نمیدونم امام زمان و اینها. من سوال موضوع برنامه رو میخوام از شما بپرسم. اگه تو این موضوع میخوای نظر بدی خوشحال میشیم نظرتو بشنویم. من از طرف مردم من ایران هستم و خب مثل که صداش ارتباطمون قطع شد. به هر حال امیدوارم هر بیننده‌ای هم که میاد از طرف خودش صحبت کنه. حالا فریبرز رو من از طرف ملت ایران، ما از کره ما که بیننده نمیاریم، همین مردم هستن که به ما زنگ میزنن. بسیاریشون از ایران هستن، برخیشون از همین امریکا هستن، برخی از اروپا و سایر نقاط هستن. خوشحال میشم که اگر میاد روی خط در چارچوب و مرتبط با موضوع برنامه صحبت کنیم که این بحث شکل بگیره. همکارم رویا. دوباره برمیگردم به صفحه فیسبوک آقای ظریف. آرش، انقدر مردم به وجد اومده بودن از این گزارش نویسی و انقدر من کامنت ها رو داشتم میخوندم، چند تاش انتخاب کردم که بخونم. مردم چیزهایی که میگفتن انگار همه اولا که یک انرژی مثبت داشتن، همه امیدوار بودن و خیلی صحبت میکردن، بماند که یه سری خوشبین نیستن، زیاد انتقاد میکنن. دیدم اتفاقا قور دولت قبلو میزنن. یکی نوشته بود که آقا شما که ماشاءالله دیپلمات هستی و این همه ازت تعریف میکنن، دیگه اون 14 معصوم و 14 دیدار چیه؟ بهزاد نوشته بود دکتر ببینم چی کار میکنی، من که رأی ندادم اما یه کاری کن من روسیه بشم. مردم یعنی انگار داشتن قلقلک میدادن آقای ظریف و به اینکه یه اتفاق خوب، یه خبر خوب بیاره. همینطور مسعود نوشته بود که برای بهبود شرایط کشور از مواجه شدن با آمریکایی‌ها امتناع نکنید لطفاً، اینجا صحبت از نرمش قهرمانانه است و هر کاری میتونید بکنید. به هر حال من پیشنهاد میکنم که برید سر بزنید به صفحه آقای ظریف و کامنت ها رو بخونید، کلی خبرهای خوب اونجاست و کلی نوشته مردم که حالا صفحه های ظریف گفتی. من هم تبلیغ برنامه افق رو بکنم. همکاری ما تو برنامه افق امروز قبل از برنامه ما خیلی بحث کردن در مورد این استفاده دولت مردان ایران از فیسبوک. اون برنامه بازپخشش دوباره آماده میشه، ببینید برنامه خوبیه. تبلیغ همکار. اما بریم سراغ دیاکو از ژاپن ببینیم دیاکو
اگر اسمش رو اشتباه نخونده باشم، نظرشون چیه؟ درود بر شما. بله دیاکون درسته، امیدوارم که همیشه نستوه باشید در این تلویزیون آمریکا. عرض بشه حضورتون آقای سیگارچی، برای انسان یا برای هر دولتی یا برای هر مجموعه یک بار فرصت پیش میاد و اگر عاقلانه و استادانه از اون فرصت استفاده بشه میشه کاری را از پیش برد و امروز بهترین فرصت برای ایرانه که بتونه از این فرصت استفاده بکنه و ما نفهمیدیم که آقای روحانی از شوروی برای مردم ایران از طرف آقای پوتین چه سوغاتی برای مردم آوردن. چیزی که ما دستگیریم شد اینه که آقای پوتین موقع تمام شدن صحبتاشون فقط از داخل اتاقشون تا دم ماشین دست آقای روحانی را گرفتن و سوار ماشین کردن و بر هیچ کس هم پوشیده نیست. از اول تاریخ جهان شوروی همیشه، شوروی سابق و روسیه امروز همیشه دشمن ایران بوده و هیچ وقت راحتی ایران و ایرانی را نخواسته. و همچنین برای مثال عرض بکنم مثل آقای لیاخوف که مجلس اول ایران را به توپ بست، نقش روس همیشه در ایران مخرب بوده. عرض بشه حضورتون که منتها اگر آقای روحانی نصایح آقای پوتین رو گوش نکنه که حتما بهش گفته که بالاخره گوشی رو بهش داده، مخالف صلح ایران و آمریکا هستن اینا روسا، اگر نصایح ایشون رو گوش نکنه بسیار عالی میشه. عرض بشه حضورتون که و به فکر ملت ایران باشه آقای آقای دیاکو، لطفا تو دو تو میگم تو دو جمله جمع‌بندی کنید. بله من امیدوارم که دیگه سیاستمدارای ما به اونجا رسیده باشن که به فکر ایران باشن و به فکر مردم ایران باشد. امروز در بدترین وضعیت جمعیت ایران و دنیا رو جمعیت ایران داره. ما برشون دعا میکنیم در این سفر موفق بشن و به فکر ایران و ایرانی باشن. ممنونم آقای دیاکو از ژاپن. خوشحال میشیم بینندگان دیگری که به خصوص بیرون از ایران هستن که امکان اینترنتشون میتونه بهشون کمک بکنه که به صورت تصویری بیان رو برنامه روی خط. خوشحال میشیم که تصویرشون رو هم ببینیم. رویا و نظر مینو رو بخونم. متاسفانه صفحه فیسبوک من کسی از کاربران نمیشه تصویرشون دید، اما مینو گفته که همه اینها حرف هستش، باید دید سیاست‌های جهانی چه فشار و تهدید جدی بوده که خامنه ای تن به نرمش قهرمانانه داده و همطور باران که نوشته روحانی به قول‌هایی که داده پایبند میمونه و اما سام که گفته فکر نمی‌کنم آقای روحانی اختیار کاملی در این موارد داشته باشه. آقای از کرج امیر رو داریم، ببینیم امیر چی فکر میکنه. آقای امیر خیلی کوتاه لطفاً تو انتهای برنامه است نظرش رو بشنویم. خواهش میکنم بفرمایید. الو سلام عرض میکنم خدمت شما. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم من خدمتتون که عرض کنم واقعا به آینده سیاسی و روابط خارجی دولت تدبیر و امید که در رأس اون آقای روحانی باشه واقعا امیدوارم. وقتی در ایران کسی با اتکا به آرای مردم رئیس جمهور میشه، در قانون اساسی اختیارات خاص و مشخص و با چارچوب خاص خودش در اختیارش قرار میگیره. خب اختیارات آقای روحانی مشخصه و من با توجه به سابقه خیلی درخشانی که از ایشون سراغ دارم بالاخره مطالعه کردم، فکر میکنم ایشون در آینده سیاسی و روابط خارجی ایران با کشورهای دیگه خیلی خوب بتونن کار کنن. البته حالا وقتی میان در ایران رئیس جمهوری میاد اختیارات براش قانونا مشخصه، اما الان همین اختیارات رو مخصوصا من میگم که به آینده ایران امیدوارم با توجه به اینکه خود آقای روحانی میاد از این اختیارات صحبت میکنه، میگه من اختیار کامل دارم. وقتی رئیس جمهوری اینجوری با اتکا به رأی مردم اومده بالا میگه من اختیار کامل دارم،
و این فعالیت های درخشانی داره، به نظر من خیلی میتونیم به آینده امیدوار باشیم. ممنونم امیر، داری حرفتو تکرار میکنی، اجازه بده این فرصت رو به بیننده های دیگه هم بدیم که اونا هم تو بحث شرکت کنن. البته خب رؤسای جمهوری قبلی به طور مشخص محمد خاتمی هم با رأی بالایی انتخاب شده بود و خب البته نشد ارتباط برقرار بشه. اما از آلمان هم جعفر رو داریم. آقای جعفر خیلی کوتاه نظر شما رو هم بشنویم. داریم حتی نباشین، شبتون خوش. خواهش میکنم جناب سکارچی، قبل از هر چیز من یه واسخایی به شما بده کارم که خواهش میکنم. خواهش میطلبم. نه خواهش میکنم، بفهمه. عرض کنم که من عینک بدبینی دارم. من اصلا عینکم در رابطه با جمهوری اسلامی اصلا هر کاری هم بکنم نمیتونم ورش دارم. از محالات دولت ایران قدم مثبتی برای ایران برداره. اینا برای ایران خراب کرد. در ضمن سازمانی به نام سازمان ملل وجود نداره، سازمان دوله. دولت ها میان و تصمیم میگیرن و بی خود بی جهت ملت سر کار گذاشتن. چون قبلی اومدن گفتن بلند شدن قهر کردن رفتن، یه عده احمد نژاد حرف خودش زد، الان یه عده میان میگن باری کل آقای روحانی آدم خوبیه، ولی آقای روحانی هیچ کار است. آقای روحانی یک هفته پیش، سه روز پیش رفت تو روسیه، با جناب پوتین بهش گفت اگر رفت اونجا باید همچه حرفی رو بزنی. اینا دست نشونده هستن، راهی هستن که جابجا میشن. متشکرم. ممنونم از آقای جعفر از آلمان که آمد روی خط. خیلی از این بینندگان ما رویا اشاره میکردن به این سفر آقای روحانی به دیدارش با آقای ولادیمیر پوتین و بدونی میگفتن جالبه. در حال تحلیل دیگه. خب و نظر کامبیسی گفته ادامه سیاست های پیشین که شامل بستن شمشیر از رو برای جهان بود برای نظام مقدور نبود، لذا حکومت با یک ترفند جدید جست تعامل با جامعه جهانی رو به خود گرفته تا بتونه به حیات خودش ادامه بده. گفته من اطمینان دارم حکومت جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیک خود رو در خفا و پشت پرده انجام خواهد داد. و کاربر دیگه هم به نام محمد گفته روحانی هم از کاری از پیش نمیبره و دچار جنگ فرسایشی میشه مثل خاتمی و نه از تحریم ها میتونه بکاهه و نه از ارزانی رو به رای دهندگان خودش ارمغان میده. گفته چون اساسا خامنه ای ولی مطلقه هستش که هر گونه اصلاحی رو وتو کرده و میکنه. این کاربر نوشته امید بستن به روحانی از اول اشتباه بود و این سوپاپ اطمینانی برای نجات کشتی بگیر نشسته نظام بود. روحانی و حتی حاکمیت برای خودی های مطرود نظام هم اقدامی نکردن، مابقی پیشکش باشه. بسیار خوب، نکته جالبی رو گفتی. یکی از بینندگان دیروز که بحث دیشب ما هم در واقع به نوعی شبیه بحث امروز بود میگفتش که باید دید زمان پاسخ میده سوالات رو. به هر حال ببینیم در آینده چه خواهد شد. ممنونم رجا. تو فضای مجازی یه نگاهی کنیم به خبرها. امروز خبر بود دوباره در مورد هول و هوش فیسبوک میچرخید، چون که اسماعیل احمد مقدم فرمانده ناجا گفته که فکر نمی‌کنم که من دقیقاً خبرشو بخونم، گفته لزومی نداره که شبکه‌های اجتماعی فیسبوک منع عمومی بشن. گفته در بعضی موارد استفاده کردن از اون بد نیست. اینم چی فکر می‌کنی؟ مثلا دولتی‌ها بله. اینم نرمش قهرمانی، همون چرخش قهرمانانه بود. به هر حال این گفته اسماعیل مقدم برای خیلی از کسانی که در شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنن و فعال هستن، در حقیقت شهروند خبرنگارایی هستن که صفحاتشون رو به عنوان رسانه استفاده می‌کنن، خبری بود که خیلی به اشتراک گذاشتن. همینطور حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به نیروی انتظامی تقریبا هشدار داده یا توصیه کرده که با بحث بدحجابی یا بیحجابی، حالا یا کم حجابی یا هر چیزی که به حجاب ربط داره، بدپوششی یه خورده نرمتر برخورد کنن. و اینکه گفته از افراد، از هر گونه افراد و تفریطی جلوگیری کنن و خودداری کنن. این حالا که دارن همه تغییر میدن، آقای احمدی مقدم هم تغییر بدن دیگه. یکی یه نفر نوشته که اینقدر اینا دارن جابجا میشن، من میترسم خود روحانی هم برش دارن جابجاش کنن. اما بحث زندانی سیاسی، بحث شیرین آزادی زندانی سیاسی هم همچنان در شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر داره دست به دست میشه. یه سری از نام ها میاد که هنوز معلوم نیست، تاییدیه این ندارم، و به هر حال هنوز گویا این روند ادامه داره و خوشحالی هستش و خبرهای حاشیه‌ای که در مقابل اون هستش. آره الان میبینیم نسرین سوزوله، محسن حمیدزاده عکساشون هم بچه‌ها گذاشتن روی اون تصویر و در واقع ببینیم که چه میشه. ما هفته دیگه هم تقریبا خیلی رو بحث سازمان ملل و این سخنرانی ها صحبت خواهیم کرد. ما برنامه بعدیمون چیه؟ برنامه فردا روز جمعه است. ما برنامه زنده نخواهیم داشت. فکر می‌کنم تکرار برنامه
هفت رو میریم که یکی از برنامه‌ای بود که خیلی خیلی پربیننده بود. اما خب اگر ما روزایی که مثل جمعه روزایی که برنامه زنده نداریم، از کسانی که کاربر ما هستن در شبکه اجتماعی فیسبوک میتونیم خواهش کنیم که برن در صفحه انتقادات و پیشنهاد اونجا نظر بذارن، یا هر کدوم از مطالبی که دلشون میخواد رو برن کامنت بذارن و ما میریم کامنت ها رو میبینیم. اگر در برنامه دیگه نیاز باشه میتونیم از اون استفاده کنیم. به هر حال صفحه روی خط رو تنها نذاریم، به سر بزنید و اونو به دوستانتون پیشنهاد کنید که دوستامون بیشتر بشن. بسیار خوب. دوشنبه و از هفته آینده که اشاره کردم بیشتر ما به پوشش خبری و دنبال میکنیم بحثای سازمان ملل و از اینکه با من و همکارانم همراه بودید از همه شما تشکر میکنم و امیدوارم پنجشنبه شب خوبی در ایران و روز پنجشنبه در سایر نقاط ایران جهان داشته باشید. تا فرصت بعدی که خدمتتون باشم، خدا نگهدار. ممنون که همراه برنامه بودین. شب خوش. خدا نگهدار. مرسی خانم. مرسی از شما.